مقاله ای از شماره 19 همه آنلاین آلمان پلتفرم دانشگاه سیر کمال بخش علوم کامپیوتری شبکه بی سیم نوری در حال حاضر شماری از اتومبیل ها و انواع وسایل خانگی به اینترنت متصل هستند و تا سال 2020 حدود 80 میلیارد وسیله به اینترنت متصل خواهند شد. با در نظر گرفتن فناوری در حال رشد اینترنت اشیا این رقم غیر واقعی نخواهد بود. ولی زیرساخت های امروزی جوابگوی همه این خواسته ها نیستند. کمپانی های مانند سامسونگ، اپل و شرکت های مانند فیلیپس در حال تحقیق در مورد اینترنت بی سیم پرسرعت با کمک نور می باشند. در آینده ای نزدیک شاید فناوری اینترنت نسل پنجم یا 5G جایگزین 4G شود. امواج رادیویی با فرکانس های بالاتر نسبت به 4G می توانند اطلاعات بیشتری را به طور همزمان منتقل و پردازش کنند. ولی دانشمندان تردید دارند که 5G به تواند در مکانهای بسته به خوبی عمل کرده و در آنها نفوذ کند. به همین دلیل شرکت های تولید کننده تلفن هوشمند مانند اپل و سامسونگ به دنبال فناوری جایگزین دیگری هستند. تا بتوانند اطلاعات را سریعتر و مطمئنتر منتقل و پردازش کنند یکی از این روش های جایگزین عبارت است از, از انتقال اطلاعات به کمک نور که در سال 2011 توسط پروفسور هارلد هست ابداع شد در واقع وای فای یا شبکه بی سیم به کمک امواج رادیویی جای خود را به لای فای یعنی شبکه بی سیم توسط امواج نوری خواهد داد. چگونگی این عمل بسیار ساده است. در لای فای انتقال اطلاعات از طریق طیف نور مرئی تابیده شده از لامپ LED یا دیود نورافشان انجام خواهد گرفت. اطلاعات در واقع چیزی جز صفر و یک نیستند. خاموش روشن که با تغییر شدت نور می توان این های باینری یا دودویی را تولید و ارسال کرد. این تغییر در شدت نور برای چشم انسان قابل تشخیص نمی باشد. سیستم کارکرد لایفای را می توان با نمایش فیلم مقایسه کرد. که در واقع نمایش عکس های ثابت با سرعت زیاد هستند که به صورت تصویر ویدیویی به چشم ما منتقل می شوند. ظرفیت طیف نور مرئی هزار برابر بیشتر از امواج رادیویی می باشد. حدود 100 برابر بیشتر از سرعت وایفای امروزی. همچنین امنیت استفاده از لامپ های LED بیشتر از امواج رادیویی است زیرا امواج نوری در مکان بسته ماندگارند و دسترسی به آنها از فضای بیرونی مکان بسیار دشوار می باشد. برای استفاده از این فناوری لازم است که ساختار لامپ های LED تغییر یابند. این بدان معنی است که دیودهای نورافشان معمولی نمی توانند منبع ارسال اطلاعات باشند. برای این منظور باید لامپ های LED مجهز به ریز های الکترونیکی خاصی شوند که بتوانند اطلاعات دریافتی را به امواج نوری تبدیل کرده و سپس ارسال کنند. به همین گونه از طریق امواج مادون قرمز اطلاعات به لامپ‌های LED ارسال و توسط میکروچیپ یا ریز تراشه به شبکه اینترنت منتقل شوند. کامپیوترها و تلفن‌های هوشمند امروزی به وایفای مجهز هستند. ولی برای استفاده از شبکه‌های لایفای نیاز به مبدل خواهند داشت. در حال حاضر شرکت سامسونگ این مبدل را برای تلفن‌های همراه خود طراحی کرده است. تحقیق و بررسی از راز شیدایی.